سلام آرزو هستم از خانکده آرزو. امروز هم رسیدم خدمت شما همراهان همیشگی، دوستان قدیم، دوستان جدید. خیر مقدم و خوش آمد میگم به دوستان حتی قدیمی خودم که داری بنده رو همراهی میکنی. کانال خودتونه، مال خودتون هستش و داری این کانال رو حمایت میکنیم و دنبال میکنیم. دوستان جدید خیر مقدم میگم بهتون، انشالله که از کارها لذت ببرین و اگر دوست داشتین از کاری خوشتون اومد خوشحال میشم برگردید کارهای قبلی رو هم ملاحظه بکنید و نظراتتون با ارزشتون رو برای من بنویسید. دوستان قبل از اینکه فاره ماه به ماهمون رو با هم دیگه شروع کنیم که فوق العاده قشنگ و جذاب و یه خبر خیلی خوب برای دوستانی که منتظر هستین دارم، یعنی انتظار شخص رو میکشین دارم، میخوام بهتون بگم که یه تعدادی از دوستان بودن که خیلی پیگیر تلگرام بودن. البته که تو کالهای دیگه هم میگم، ولی باز هم کالا آدرس تلگرام رو براتون میگذارم که اگه دوست داشتین میتونین مراجعه کنین و کالهای روزانه رو حتی ببینین. تازه این کانال رو راه اندازی کردیم شاید چند روزیه و اینکه اگه دوست داشتین میتونین اونجا هم مراجعه بکنین. و اما فال ماه به ماهمون مثل همیشه دیواره فنجان هر آنچه که در دیوارش هست و این دوستان و طرفداران فال قهوه کلی که البته گلمندم ازشون چون نمیبینن یا لایک و کامنت ها بسیار کم هستش، ولی به هر حال ازتون متشکر هستم. و بعد ماه های سال 12 ماهی سال فروردین تا اسفند ماهی های نازنینم. و در انتها اگر بازم چیزی بود که جواب نیتتون رو بازن نگرفته بودین یا تعدد نیتاتون زیاد بود، انشاءالله که در انتها اگر چیزی نقش ببنده خدمتتون عرض میکنم. مثل همیشه با نام خدای مهربون میخواییم فالمون رو شروع کنیم. لطفا نیت کنیم تا با نام خدای مهربون آغاز کنیم. بسم الله. فال قهوه کلی همراه فال ماه به ماه 12 ماهی سال و در انتها تک نیت های شما پسخ به نیت هاتون بدون زمان. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الهی با امید تو میخواییم شروع کنیم. از اینجا براتون خوشخبری براتون بیارم. دوستانی که منتظر آقا هستین، حالا فرقی نمیکنه آقایون خانم ها هر کدوم که دوستی دارین، آقای منتظر آقا برگشت آقای اومدن آقایی هستین، آقایی که داره به سمتتون برمیگرده، به زودی این اتفاق براتون رو خواهد دور از دست نیست. سر یک موضوع با هم که بحثشین کنتاکتشین فاصله گرفته بودین برمیگرده و ببینین خبرم افتاده براتون، کبوتر افتاده و آقایی که داره به سمتتون میاد، پس به زودی یا خبر از آقایی دریافت میکنه، یک چشم انتظار یک خبر از آقای هستی، آقایون خانم ها، یا اینکه رفته ای که خبردار میشین دیره برمیگرده دیدار و ملاقات رو هم معنی ابرای عبوس دارم ببینم غمگین ناراحت دیره برمیگرده، نه از حضور دیدار شما، مثل شخصی که انگار قهر بوده دیره برمیگرده یا ناراحت بوده دیره برمیگرده. بیایم اینجا برای دوستان ببینین اینجا رو منفی که در بالشت سرتونه، آقای خانمی که گرفتی خوابیدی و زیر سرت بالشت تو که دلیل سنگینی دارم ببینم، دعا و سنگینی که زیر سرت دارم ببینم. حالا این میتونه بالشت سرتون، تو بالشتتون، زیر بالشتتون، زیر تختتون دعای چیزی گذاشته باشین. سنگینی که داری منفی رو دارم صحبت میکنم که بارها به دفعات و به کرات گفتم ازش فاصله بگیرید و نحسی و سنگینی براتون افتاده. دوم، میتونه اصلا زیر بالشتون نباشه، یعنی دوستانی که یا محرمیت داری یا متعهلی یا محرمی یا برای شخص احساسی تو یا متعهل به هر مسئله دلیتون، دلتون میخواد یه اتفاق براتون رخ بده، می دعایی گرفتین سنگینی که دارم ببینم همراهتونه، باهاتونه، تو زندگیتونه، یا جایی که فضایی که استراحت میکنین، خواب میخوابین، خونتون، تو همچون فضایی همچون سنگینی رو دارم میبینم. با وجود همچون چیز سنگینی این امکان پذیر نیست که اون خواسته دلیتون یا محرمیت یا ازدواجتون سر بگیره. مجید از مجید نام براتون خبر افتاده، هر خبری هم هست به روشنی دارم میبینم یا به واسطه مجید نام خروجتون هستش و برای رفتنتون از یه همچون شخصی که اسم فامیل یا دوستانی که تو اسم فامیلتون اسم مجید دارین، خروجتون رو به روشنایی دارم ببینم. حالا برای کار، سفر، مسافرت، مهاجرت یا برای هر کاری که میخواین خروج کنین روشن افتاده، یا این حروف، تعدادی از این حروف میتونه تو اسم فامیلتون باشه. شادی و خنده براتون افتاده یا خوشحالی افتاده به واسطه یک مسئله که دائما به تعویق میافتاده، حل خواهد شد و خندتون رو دارم ببینم.
تا 6 وعده آینده پولی به دستتون میرسه یا مبلغ پولی به عدد 6 به دستتون قطعا خواهد رسید. خروج خانمی رو گریون دارم از زندگی ببینم. خانمی که توی فضای زندگی داری میکنی، تو خونه چه مجرد چه متأهل بشه فرق نمیکنه، در فضایی که آرامش نداری داری میای بیرون، گریون غم داری، قصه داری، خروجت به روشنایی دور از دسته نخواهد بود. به آرامش رسیدن رو براتون دارم میبینم از یک محرمیت. ببینید پا رو ببینید، صورت آقای خانمی که روشن زیر دسته، به زودی انشاءالله داری به آرامش میرسی، متعهد به یک محرمیت احساسی دلی، حالا تو زندگی یا تعهدت یا متعهل میشی یا ازدواج میکنی، در هر حالت یا یه رابطه دلی و احساسی که شما رو به یک آرامش میرسونه براتون افتاده. دوستانی که تو یک رابطه سوم هستین، مثلث براتون دو تا چشم اینجا داره نظارگر رابطه سومتون هست، یا شخصی که داره میاد وارد یک رابطه بشه، تازه میخواد داره یا تازه دوست شدی یا تازه کسی به زندگی و رابطتون داره میاد، یه دو تا چشم روشن، یعنی کسی رو دارم میبینم چشمش روشن میشه، متوجه میشه، حواستون این باشه. و کبوتری که براتون داره خبر میاره، خبری که با وقفه به دستتون چشم انتظار هستین، خبری که زمان برده یا با وقفه، خبری به سودی به گوشتون میرسه، خبر روشن هستش، یه زندگی ببینیم مثل حلزون، ببینیم آروم 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 داره زندگیتون حرکت میکنه، یا تو مسیری که قدم برداشتین داری یه حرکت خیلی آروم و یه نواخت و خسته کننده ای دارین، یا زندگی روتین خسته کننده ای دارین، یا مرتبط به یه هدف و کاری که داری انجام میدی آروم آروم داری حرکت میکنی. برای من روشن دارم ببینم دقیقا چیزیه که مسیری، شاید حرکتیه که اقدام کردین و یه کاری آروم آروم داری میدین، شاید دارین خیلی محکم کاری میکنین و آروم آروم میرین، یا از یک زندگی یک نواخت روتین ولی آرامش براتون دارم ببینم. شاید به نظرتون خیلی کسل کننده باشه ولی دغدغه‌هاتون هم به نسبت کمتر خواهد بود. آرزوی رویاهایی که پروانه خیال پردازی ها و رویاهاتون یا اون چیزایی که ذهنتون رو دائما دارین باهاش حالا ایده میدین، نمیدونم فکر میکنین، رویاتون آرزوتون هر چه که هست رو یک وعده آینده براتون برآورده خواهد شد. یه راه دلی رو دارم ببینم و داره نشان میده از شخصی که دلدادتون هست، کسی که بهش احساس دارین یا دوستش دارین یا دوستتون داره یا با هم احساس خوبی از هم میگرفتین، متوجه خواهین شد که این شور باشه بجز شما با شخص دیگه هم هست، به روشنایی دارم ببینم، حتی ممکنه رو در رو بشین یا متوجه حضور کسی که میشه اصلا با خود اون شخص رو برو بشین یا مچ اون شخص رو بگیرین توی رابطه دلی و احساسی که ظاهرا دو طرفه همدیگه رو دوست دارین ولی عملا یکی داره با کسی در ارتباطه، به زودی شفاف داره میشه یا شفاف خواهد شد. مهر روشن براتون افتاده، ثبت سند رو میگه، اما یه پای روشن بغلش افتاده و منتظر هست این کسی براتون یه اقدامی انجام بده تا یک ثبت سندی انجام بشه، به روشنی هم یه اتفاق رخ میده. این ثبت سند میتونه از ازدواج، محرمیت، خرید، فروش، معامله، حتی تمدید یک قرارداد کاری یا خونه رو هم حتی معنی بده، مثل رهن و اجاره، یک امضا، استخدام، مهری که پای چیزی خورده بشه، ولی البته که یک پا، یک کسی داره براتون کمکتون میکنه یا اقدامی براتون انجام میشه، حتی میتونه از ازدواج یا دور جدا، حالا شاید هم خیریه براتون، خیریت داره هرچی که خیره براتون رقم بخوره، حتی میتونه یک جدایی رو هم معنی بده. ماه دارم براتون ببینم در نهایت تاریکی، موضوعی که براتون روشن خواهد شد، ماهی که میاد تو آسمون شفاف میکنه، نور میده به آسمون، در تاریکی هستین، در ابهام هستین، موضوعی براتون مبهمه، گنگه، نمیدونی، ولی ماه قضیه رو روشن میکنه، پس متوجه یک سری حقایق به زودی خواهیم شد، دور از دسته نمیبینه. اهل علمین یا کار علمی انجام میدین، تحقیقاتی انجام میدین، تحصیلی انجام میدین، هر چه که هستش علم یا موضوعی مرتبط به کار تحقیقی تحصیلی، هر کاری که هست روشن براتون افتاده، انشاءالله اتفاقات قشنگ تحصیلی علمی تحقیقاتی پژوهشی پروژی توی این زمینه‌ها اگه دارین کار می‌کنین روشن براتون افتاده. تو سه وعده آینده خانمی به زندگیتون ورود می‌کنه، خانمی که حواستون بهش باشه، خانمی که راه دلی و احساسیش بسته شده، گذشته یا بیوه یا مطلقه هست ایشون، و ببینین کسی که داره میاد با صداقت ورود به یک زندگی یا یک رابطه نمی‌کنه. ببینین محرم داره، راه دلیش بسته نشده، راه احساسی و دلی با شخصی که باهاش محرمش هست، کسی رو پشت سرش احساسی دارم می‌بینم، با یکی هست ولی وانمود میکنه جدا شده است، یا شاید طلاق عاطفی گرفتن، داره وارد میشه ولی به شما نمیگه این قضیه رو و شما متوجه حقیقت خواهین شد. و از شخصی که توی مثل سمد، ساد، میم، دال،
کسی که همچین اسمی داره خبر براتون افتاده، زیر دست خیلی زود خبردار میشین. هر خبری هم هست دلتون رو شاد میکنه. شما حامل خبری، شخص حامل خبری، نه تو اسم فاعل، کسی که ساد میم دال داره، راه دلی و احساسی و خبر خوش افتاده. چی براتون همیشه جای سوال بوده؟ آقا یا خانمی که دست تو جیبه، یا آدم لارج هستی، یا سخاوتمند هستی، یا دست به جیبی، یا اینکه برای هزینه هایی که داری میکنی یه موضوعی همیشه ذهنتو درگیر میکنه. شاید هم استقلال مالی ته. چرا سوال داری؟ چرا؟ این چرا رو برات دارم ببینم که تا دو وعده آینده موضوعی که براتون ابهام داره برطرف میشه. بس شاغل بودن، لارج بودن، سخاوتمند بودن، دست به جیب بودن، یا دست به جیب هستی، یا آدم لارجی هستی، یا هر کسی که شاید کار دستتون میره تو جیب خودتون، هر چه که هستش، چیزی که همیشه براتون جای سوال هستش به زودی براتون مشخص میشه. کبوتر روشنی که داره براتون خبر میاره، منتظر هر خبر هستین، این خبر به زودی به گوشتون میرسه. خیلی زمان نمیبره ولی خبر براتون افتاده. راه احساسی و دلی که تو یک وعده آینده به ازدواج و محرمیت تبدیل خواهد شد. پرچم صلح براتون افتاده. آشتی دارم براتون میبینم. شخصیت مثبتی که رفته بوده روشن برمیگرده. آشتی افتاده، صلح، شخصی که رفته دوباره بر میگرده. و یه درخت خوشگل هم اینجا براتون نقش بسته، از درختی که زنگوله بغلش افتاده. خبر روش نمو به یک خانواده یا خانواده دار شدن یا تشکیل یک خانواده، یا اینکه خانوادهتون داره به موفقیت های پی در پی میرسه، یا خبری که یکی دیگه داره به این اعضای این خانواده و این درخت داره اضافه میشه و ریشه زندگیتون محکمتر میشه و نفرات خانواده داره تعدادش بیشتر میشه، یا ازدواج یا فرزند رو داره صحبت میکنه. و دیگه مرتبط به یک قضیه مال، پول، ارث، میراث، راهی رو که دارین طی میکنین تا این پول به روشنی به دستتون میرسه. پولی که تا دو وعده آینده به دستتون میرسه و باعث خوشحالیتون میشه. الان ذهنتون رو شدیده این قضیه درگیر کرده، برو بیاهایی که دارین میکنین ولی با دل شاد، یعنی میدونین که این مسیری که دارم رفت و آمد میکنم طی این راه دادگاهی یا قانونی منتهی میشه به یک مال، پول، یا حالا شاید قانونی نباشه، مسیری که شما دارین حرکت میکنین به روشنایی هستش. تو مسیری که تش شادی مالی خواهیم داشت، حالا میتونه مهریه باشه، میتونه ارثیه باشه، میتونه نمیتونم، یک معامله سودمند برای یک معامله داریم، برو بیا میکنی، رفت آمد داریم میکنی، هر شکستش تش رو براتون مثبت دارم میبینم. و یه حالت شعبده بازی براتون افتاده، میبینی حالتی که دستای باز رو داریم این ورانور اینگار یه چیزی رو بندازیم، این حالت شعبده بازی. تو شعبده بازی داره بیمونه شود یه حرکتی که ممکنه یک مرتبه یه خوشحالی مقطعی رو داره صحبت میکنه، یعنی چیزی که واقعیت نداره، صحت نداره، مقطعی شادی ممکنه به دست بیارین ولی گذراست. یه مال هم اینجا براتون افتاده، مالی که از دستتون داره میره، مالی که سر ماهی دارم بیاره، یه ماهی کوچولو، یه پول کمی باید هزینه کنین، برین سختتونه این پولم بدین ولی باید هزینه کنین. برای هر هزینه ای برای که این دارین پولو میکنی روبروتون رو روشن میبینم، یعنی اگه ناراحت و ناراضی هم برای پرداخت یک هزینه پولی هستین ولی براتون شادی داره، یا باید این هزینه رو انجام بدین تا یک اتفاق قشنگ یا یه راه مسیر روشن براتون باز بشه. پس شاید این هزینه که الان ناراحتین از بابت انجامش ولی براتون تاش روشنایی افتاده. دارکوبی که داره میکوبه، پس ببینی، پس یک خبری که حالت شما رو بهت‌زده متعجب میکنه یا میخکوبتون میکنه، یه خبر خوش روشن دارم میبینم براتون، اخباری به گوشتون میرسه که شوکتون میکنه، به شوک ولی شوک مثبت روشن، یه خبری که اصلا انتظارش رو نداری یا اتفاقی که انتظارش رو نداری براتون به زودی انشالله که رخ میده. یه انبار هم براتون افتاده، حواستون رو جمع بکنی. کسی که بالای سر شماست یا بالا سر شماست یا بزرگتر شماست یا از کسی که قدرت داره، اعتبار داره یا سن و سال بالاتری داره، کسیه که در صدد سنبالا یا سنش از شما بیشتره یا قدرت داره، کسی در صدد قطع یک ارتباط یا یک رابطه دارم میبینم، انشالله که کاری از پیش نبره. اینم اون آقایی که داره به سمتتون میاد و خبر ازش دریافت میکنی، زنگ تماس خبر. اینم از قهوه کلی. بریم برای ماهای سال. قبل از اینکه ماهای سال رو شروع بکنیم از فروردین تو اسفند ماه یای گل، دوستانی که فرمایش میکنن که تون تون میگین، اسلو موشن که نمیتونیم صحبت بکنیم، اونجوری باید 5 ساعت من براتون فایل بگم، یا باید یه فایل نصف و نیمه بهتون بگم، یه چیزی در حد جمع جور کردن، یه چیزی هم اینجوری، یا اینکه باید یه فایل قشنگ و کامل بشنوین. پس اگه میخواین بشنوین، شما که نمیخواین بنویسین، نمیخواین حفظ بکنین، که فایل رو دارین میشنوین، فقط در همین حد فشارش رو منه، من دارم برای شما اینو
میبینم و میگم. پس لطفاً ببینین، ملاحظه بکنین و اگر رضایت داشتین برای من لایک و کامنت بذارین. آرزوی بهترین ها رو براتون دارم. لطفاً از فروردین ماهی های نازنینم تا اسفند ماهی های گلم نیت کنین. بسیار برگردیم 12 ماه سال، از فروردین ماهی های گلم تا اسفند ماهی های نازنینم به امید خدا. خب شخصی هم به زندگیتون به زودی داره ورود میکنه. آقایی هم تو دل زندگیتون الان داره هم میبینم حضور پررنگ داره. آقایی که الان تو زندگیتون ورود کرده یا هست یا وارد شده یا وارد میشه، ولی من حضورش رو پررنگ دارم میبینم. یه شخص تاثیرگذاری که الان توی زندگیتون هست. یه نفر هم به زندگیتون به زودی برای تعدادی از دوستان شخصی هم داره به زندگیتون ورود میکنه. حالا آقا یا خانمی که خودش یه قدری هم مشکل داره یا مشکل داره یا با مشکلاتش داره ورود میکنه. بریم برای فروردین ماهیای عزیزتر از جان. فروردین ماهیای گل من، چیزی که براتون افتاده از یک سفر، مسافرت یا پرواز یا رفتن داره صحبت میکنه، یا دلیل راهی میشین یا سفری در پیش دارین. حالا این سفر پرواز افتاده، پریدن، رفتن رو دارم براتون میبینم. از هر موقعیت و هر جایی میتونین خروج بکنین. به روش تمایی دارم میبینم. جفت محرمیات محرم، خانم آقایی که به هم محرم هستین، ولی من اینجا خانم یا آقایی رو دارم میبینم عینک زده. عینکی نه اینکه عینک زده باشن، حالت پوشش داره، حالت نقاب زده. ببینیم مثل ماسک و عینکی که نمیخواد شناسایی بشه، شخصی داره شما رو رصد میکنه. حالا چشم داشتی به آقا یا خانمی داره، یا پنهانی داره به آقا یا خانمی که توی یک محرمیت ربط داریم به هم، زن و شوهر محرمیت هستی، کسی داره پیگیر شما هستن، خانم یا آقای. بیشتر شبیه خانم دارم میبینم. و چشمایی که عشق دارین، غم دارین، مرتبط به راه احساسی و دلی که بسته شده تا دو وعده آینده. این راه دلی و احساسی که دارین بابتش گریه میکنین یا غم دارین یا قصه دارین، خانم یا آقایون، راه باز میشه. ورود آقایی که چشمای گیرایی داره یا عینکی هستن یا نافذ هستش به زندگی دارم میبینم، خصوصا به زندگیایی که توش مشکل داری یا مسئله داری. حالا مجرد یا متعهدی، یا آقایی داره به زندگی تو ورود میکنه و حالا یا متعهدی میگم یا مجرد هستی، زندگیتون مشکل داره، درگیر یک زندگی هستی یا مشکلاتی که ورود شخصی به زندگیتون افتاده. تا سه وعده آینده یک پول به دستتون میرسه که باعث خوشحالیتون میشه. یه راه احساسی و دلی رو براتون دارم ببینم که چشماتون برق میزنه و لبتون میخنده. پس یک ورود، خواستگاری، ازدواج، محرمیت یا یک باب، یک آشنایی، چه خانم چه آقای، فرقی نمی کنه. دوستانی که تو اسم فامیلتون حرف جیم دارین، تا چهار وعده آینده جیم، یه به یه پرچم صلح براتون افتاده. تو چهار وعده آینده صلح و آشتی براتون دارم میبینم. هر کدوم از این دوستان تو اسم فامیلتون هر کدوم از این حروف هست خوشحالی افتاده. یه مشکلی که خیلی دلین باش دست و پنجه نرم میکنین، تا یک وعده آینده مشکل از زندگیتون یا از کارتون میره بیرون. دوستانی که تو اسم فامیلتون حرف میم دارین، یا اسمتون یا فامیلتون با میم شروع میشه، یا داخل اسم فامیلتون حرف میم دارین، راه ترازو و دادگاه رو براتون روشن دارم ببینم. یه راه روشن هم براتون افتاده. حالا میتونه مرتبط با قضیه دادگاهی قانونی بشه، راهی میشین، یا تو مسیری که میرین به روشنایی یا ختم به خیر میشه قضیه دادگاهی که به روشنایی براتون افتاده. حالا میتونه حتی رأی و حکم دادگاهی که روشن براتون افتاده، زمینه که میتونه اگه برای سفر راهی شدن در مسیر حرکتی اقدامی میخواین انجام بدین و یک گیر قانونی یا دادگاهی یا هر مشکل قانونی دارین، راه براتون باز میشه و قضیه دادگاهی قانونی یا راه دادگاهیتون روشن میشه. یا از یک قضیه دادگاهی بیرون میایین، تو مسیر روشن قرار خواهید گرفت انشاءالله. و دیگه براتون مرتبط به قضیه پولی مالی، ممکنه قضیهتون به بحثتون بالا بگیره، حالا تو کارتون، تو قضیه کاریتون، یا مرتبط به پول و مال، حالا سر قضیه مالی پولی با کسی تو کارتون، تو زندگیتون بگو مرگوی دانی که ممکنه کارتون به ترازو و دادگاه بکشه. ببینین و حتی ممکنه ببینین شخصا بهتون پشت بکنی یا افرادی بهتون پشت بکنن. یه هر چی هست، یا شما به اون افراد بخواد کارتون به دعوا و دادگاه و قانون بکشه و شما حتی ممکنه به شخصی یا اشخاصی پشت بکنی. ورود به یک بازار کار رو براتون دارم ببینم، ولی هر جایی که دارین میرین موفقیت های پی در پی براتون دارین، یا همین الان تو جایی هستین که موفقیت دارین، یا موفقیت های پی در پی از ورود به یک بازار کار. خانمایی که فکر پریشون دارین یا یه مشکلی توی سرتون داره،
برم ببینم. حالا یا ذهنتون درگیره، فکرتون درگیره، یا تو درتون مشکلی توی ناحیه سر دارین. حالا میتونه سردرد، میگرن، افسردگی، به هم ریختگی اینطوری هم میتونه معنی بده. ولی روشن افتادین انشالله که بلند میشه. میتونه این خانم‌های جوان دارم بگم یا روشنایی افتاده میتونه مادرها هم معنی بده، یا خانمی جوان صورت تقریبا گرد یا صورت تقریبا پره برادرم میگم گونه داریم و میتونه مادر هم باشیم. اینم از این و هم ده. ببینید چقدر قشنگ براتون روشن نوشته. دوستانی که خیلی مصرین ببینید بزرگ کنین، کاملا براتون شفاف داره نشون میده. هم در ستایش خداوند داره میگه یا تو اسم فامیلی کسی که همین داله داره به روشنایی خبر افتاده، ولی من اینو به این قشنگی و روشنایی کنار زندگیتون دارم ببینم، یعنی انگار مثل یه سایه سر افتاده براتون. پس کسی که کنار، یعنی همیشه باهاتون همراهی داره میکنه، ستایش خداوند رو انجام بدین تا سایه خدا بر سرتون همیشه باشه. خانمی هم که گذشته دار هستی، خروج تو از زندگی دارم میبینم، به روشنایی با لب خندان زندگی رو ترک میکنه به این امید که به آرامش برسی و میرسی. نگران نباشی لطفا. میریم برای اردیبهشت ماهیای عزیزتر از جان. کسب و کارتون انشاءالله که به زودی رونق میگیره و کسی که براتون داره در سر و هر دیگه ایجاد میکنه دستش به زودی براتون رو انشاءالله تو کارتون، تو زندگیتون، تو رابطتون، تو هر موضوعی که کسی داره براتون دردسر ایجاد میکنه. یه راه پرپول یا راه پولسازی رو براتون دارم میبینم. ممکنه به یک کاری دعوت بشین یا تو مسیر کاریتون پر از پول باشه، چون ببینید دقیقا این کارتون مسیر قرار میگیرین که از این برانور پول احاطتون کرده انشالله، یا مسیر یا کاری رو شروع میکنین که پر از درآمد و پول براتون افتاده. کوزهی که روش یه سنگینی افتاده، حالا این سنگینی نه به معنی سنگینی ها، مثل اینکه انگار سنگین شده و نمیره سلام به دستتون. مال کوزهی کدر افتاده و انگار ولی درش باز میشه. پس شما مالی که به دستتون میرسه، شاید الان یه گیر یه مشکل داره، حالا کسی نمیذاره، قانونیه، برو بیا داره، یا نه هر چه هستش، یا ببینید رو در رو کنتاکت با کسی داری، ولی در این کوزه باز میشه و شما به یک مالی میرسه. دوستانی که تو اسم فامیلیتون حرف آ دارین، ای انگلیسی افتاده، از یک چشم انتظاری بیرون اومدن براتون افتاده، بحث و بگو مگو یا مشاجره با شخصی براتون دارم میبینم که به صلاحتون نیست، لطفا فاصله بگیرین یا به زودی رخ خواهد داد یا رخ داده. بحث نکنین، دعوا نکنین، به نفعتون نمیبینن، چون هر دوتون عصبی هستین، یا ممکنه در شرایطی که هر دو عصبی هستین حرکت یا حرفی بزنین یا تصمیمی بگیرین که به ضررتون تمام بشه. از این قضیه فاصله بگیرین. جفت شدن براتون افتاده خانم آقایی که کنار هم که قرار خواهین گرفت، خیلی هم گوش خوابوندن یا دارن سرک به زندگی و رابطتون به چرا که چجوری شما با هم رسیدین یا توی یک زندگی مشترک کنار هم دیگه هستین، خیلی هم خواستن از زندگیتون یا سر از رابطتون که به ازدواج منتهی شده سر در بیارن. فقط که قدری از این افراد منفی دور و برتون فاصله بگیرید. اجازه ورود و خروج خیلی از آدم‌ها و افراد رو به زندگیتون لطفا نده. خیلی افراد کدر رو دارم ببینم که دوست دارم باهاتون ارتباط بگیرم. دوستانی که تو مثلث هستین و هم ریخته و کدر هستین سیاه، ببینید سیاهیتون توی رابطه برای شخص احساسی، شخص سومتون یا برای شخص اولتون، حالا دعا گرفتین بیا، دعا گرفتین بره، زندگیتون، وضعیتتون، هر چی هستش توی رابطه سوم غمگینتون داره بیشتر میکنه. پس لطفاً خواهش میکنم از زندگیتون بیرون کنین دعا رو، نه اینکه یه دعایی جایگزین کنین، بذارین به آرامش برسین، بذارین آرامش بر شما حاکم بشه، نه اینکه همش تو حالت کلیدی عبوسی و غمگینی، چون تو فضایی که دارین زندگی میکنین همش به هم ریخته میبینمتون. این سنگینی و سیاهی نشأت گرفته از دعا و سنگینی. حالا این دعا و سنگینی از شخص سوم برای اون گرفتین، ایشون برای شما گرفتن، یا شخص اصلی زندگیتون، خودتون این دعا رو گرفتین و اگر خودتون هم خبر نداری خونتون رو بگردی قطعا پیدا میکنی. گذشته دارها رو دارم ببینم، گذشته داری که به زندگیتون داره ورود میکنه یا حتی که داره میبینم، ممکنه یه سری به هم ریختگی توی زندگی بعضی از دوستان به وجود بیاره. اگه چهره عبوس و غمگینی داری و مشکل دارین که اینجور به همتون ریخته، تا دو بعدی آینده این مشکل شما حل میشه. دوستانی که تو اسم فامیلیتون حرف زد دارین یا ز دارین یا با ز اسمتون شروع میشه، رز ز دارم براتون میبینم، انشالله خبر خوش دریافت میکنید. یا سه بعدی آینده پولی به دستتون میرسه، یا پولی به مبلغ عدد سه به دستتون خواهد رسید، یا عدد سه در اون پول هست یا ضریب سه داره. از یک چشم انتظاری بیرون آمدن براتون افتاده، تو دو وعده نزدیک و یک ببینید
یکی یه کار یا یک داره، حالا چه کلمه ای میشه به کار، کسی داره به انگار اذیتتون میکنه یا داره آنتریکتون میکنه یا داره یه جوری که انگار شما رو حالتی براتون به وجود بیاره که انگار که شما رو به جون کسی بندازه، انگار داره یه پرتون میکنه تا به جون کسی بیافته یا کسی رو اذیت و آزار بکنین یا باعث ناراحتی شخصی بشین یا کسی داری کسی رو پر میکنه که بیاد به جون شما بیفته یا با شما رو اذیت کنه یا ناراحتتون بکنه، ولی من شما رو دارم میگم محکم در مقابلش ایستادی یا اجازه نمیدین کسی باعث اذیت و آزارتون بشه. حالا هر کسی که میخواد کسی رو پر کنه به جون شما بندازه، کاری از پیش نخواهد بود. ازدواجی که دائما به خانمی رو به هم ریخته دارم ببینم، از یک محرمیت ازدواج که داره به تعویق میفته و خانمی که غمگین و ناراحت هستی، راه برات باز افتاده و انشالله که حالا ازدواجی که میکنی شاید یه سفر حالا رومانتیک هم داشته باشی یا همون ماه عسلت هم ممکن یه جایی بری که آب و دریا هم داشته باشی، به همچین جایی هم سفر بکنی و از این برمیخته این ازدواجت هم به زودی سر خواهد گرفت. من یه وعده شش رو دارم ببینم، انشالله که به شش وعده بسیار نزدیک اتفاق رخ براتون بده. ببینین، و از طرف آقا یا آقایون خندان خواهید شد یا از طرف آقای خندان یا خوشرو خبر خواهید دریافت کرد یا برای آقایون خودتون آقایون خوشحالی دارین یا خودتون شاد میشین یا خبر خوشی از آقای به گوش خانم یا آقای میرسه که باعث شادیتون میشه. شاید هم به یه آقای خوشرو و خوش صحبت و خوش بیانی در ارتباط هستین. لبه خندان یک نفر رو دارم میبینم. دو تا از مشکلات رو تا یک وعده آینده پوچ خواهد شد. و تا شماره تلفنی که توش یک داره، نه داره، هشت داره، یک داره، نه داره، هشت داره، شش داره، خبر براتون افتاده، خبر احساسی دلیه یا زنگ و تماس دلیه شخص احساسیتون، شخصی که دوستش دارین، خبر براتون افتاده. برها چون خبر و روبرو شدن مثل زنگ و تماس و دیدار و ملاقات، حالا میتونه مجازی هم باشه میتونه پیرامون یک زنگ و تماس همدیگر رو ببینیم خانم و آقای. و بریم برای دوستان خرداد ماهی عزیزتر جا. خرداد ماهی های گل من یه رابطه احساسی دلی و محرمیت رو دارم براتون ببینم. این رابطه دلی و محرمیت یک نفر رو خیلی به هم می‌ریزه یا کسی هستش که از ازدواج شما خیلی ناراحته یا از محرمیت شما کسی ناراحت دارم ببینم. هر کسی که هست برمیگرده به گذشته شما، به کسی که باهاش قبلا دوست بودی یا کسی که باهاش زندگی مشترک میکردی، هنوز چشش دنبال رابطه و زندگی شما هست. یعنی انگار که الان شما با کسی رابطه ای داشتین یا زندگی داشتین و کسی به هم خورده و الان دارین یک رابطه، یک دوستی جدید یا یک رابطه محرمیت ازدواجی رو دارین سر میدین، ولی هنوز تو چشمی که دارم میبینم به کدری هم هستش، ناراحت دارین شما رو میپاد. یعنی یه تعلق خاطر از گذشته ولی شما بهش ندارین، اون شخصی که تو گذشتهتون بوده بهتون داره. مرتبط با یک میل که زمین خبر خوش براتون افتاده، دوستانی که تو رابطه سوم هستین هر سه تون رو ناراحت دارم ببینم. پس یه اتفاق میفته که سه نفر به هم خواهین ریخت. شماره تلفنی که توش 9 داره، 1 داره، 4 داره، 3، 0 براتون افتاده، خبر براتون افتاده، انشالله خوش خبری باشه. پیراهن عروسی که لک داره، حالا نامزدی و ازدواج به هم خورده خانم یا آقایونی که دارین، تا یک وعده آینده محرمیت ازدواج براتون افتاده. دوستانی که آقایی که به زندگیتون داره ورود میکنه یا آقایون به زندگی دارین ورود میکنی ولی خیلی صادق نمیبینمتون، یا با کسی دارین وارد رابطه میشین یا وارد کار میشین یا به جایی دارین ورود میکنین یا میخواین ارتباطی رو شکل بدین ولی خیلی صادق نمیبینمتون و به زودی هم دستتون رو خواهد شد. تا 10 روز آینده مشکلتون حل میشه. میتونه این مشکل مالی شما باشه، از شخصی که ازش بیخبرین خبر میگیرین و دهنتون باز نمونه. ولی هر خبری هست باعث خوشحالی شما میشه. ببینید چشمایی که خنده رو توش دارم ببینم و دهانی که به خوشحالی باز میشه. بس خبر از کسی که منتظر هستین یا اخباری که منتظر هستین به گوشتون میرسه و باعث شادیتون خواهد شد. تو چهار دیواریتون یا تو چهار دیواری کاری یا چهار دیواری خونه‌تون منتظر اتفاق خیلی قشنگ باشین. تو دو وعده آینده یک اتفاق خوب توی کار یا خونه‌تون رو خواهد داد که باعث شادیتون میشه. مریض اگه دارین، مریضی که به جا خوابیدی، حالا من نمیدونم که کسالتشون چی هستش، که خانومی که تو رایتون بلا از تک که خانم آقایون دور بشه ولی به هم ریخته که خانومی رو دارم ببینم، یا مریض احوالی ببینی یه آقایی که اینجا داره این باید سیگار رو به دهنش دارم ببینم، حالا از استفاده سیگار یا همچین چیزایی که این آقای داره استفاده میکنه شما به هم ریختی
یا نه اصلا از کسالتی که شما داری، آقایی که به هم ریخته مثلا آدم میگه عصب و عصبانی میشن یه سیگاری هم میکشن، این هم میتونه معنی بده. پس میتونه از هر طرفی باشه، استفاده چیزی خانمی به هم ریختی زیر سقفی که کدره، ببینی جایی که شما شرایط میزونی ندارین، خوابیدنتون رو اینجوری دارم ببینم. و دوستانی که تو اسم فامیلتون حرف دال دارین، ده یا راهی براتون به روشنایی که تش خوشحالی قلبی داره باز میشه، میتونه احساسی باشه، کاری باشه، یا هدفی که دارین دنبال میکنین براتون موفقیت افتاده. یه کتاب سیاه واژگونم دارم میبینم و یه تعدادی از دوستان ممکنه متعهد به یک راه آموزشی تحصیلی داره، چون خبر بد داشتی، هزینه هم بابتش کردی و هزینه هایی دادی، حالا این بهایی داشته، هزینه هایی هم داشته، ولی متاسفانه خودت رو ببینی کتاب برعکس و کدر دارم میبینم، ممکنه خیلی خوشایندتون نباشه. انشاءالله هر راه و مسیری که داریم میریم براتون تو هم با موفقیت باشه. میره برای تیر ماهی های گلم، تیر ماهی ها به زودی یک رابطه دلی، یک رابطه احساسی براتون آغاز میشه، یک باعث خوشحالیتون میشه، یک راه دلی احساسی که براتون خوشحالتون میکنه، دیدار و ملاقات های پنهانی، قرارهای پنهانی یا زنگ و تماس های پنهانی براتون دارم میبینم، یا میخواین تازه با کسی آشنا شدی و نمیخواین که کسی فعلا از ارتباطتون چیزی بفهمه، ولی رو میشه متوجه میشن شما هستی. خانمایی که موهای قهوه‌ای دارین یا خرمای قهوه‌ای دارین و آقایی رو دارم میبینم، ببینید تازه داریم و هم میگه داریم ارتباط برقرار میکنیم، ولی متوجه میشه اثر از ارتباطتون در میارن یا دیگران متوجه حضور این شخص توی زندگی شما یا رابطه شما میشه. توی چهار دیواریتون یه چهار دیواری براتون افتاده، نقل مکان یه چهار دیواری براتون دارم ببینم، بسیار روشن، از جایی که دارین بیرون میرین قطعا روشن تر بهتر هستش و براتون خیلی هم خوشیامتره انشاءالله الهی آمین. دو تا چشمی که عبوس دارم، دو تا چشم و یه دهانی که حالت کرد ناراحتی، غم داری، غصه داری، خانمی آقایی که الان غمگین هستی، تا 11 روز آینده از این غم بیرون آمدن افتاده براتون. ببینید تا سی که عدد 5 رو بمیده، 1 2 3 4 5 هم که وسط افتاده، واسه اگه دنیا حرکتی انجام میده که ریسکی توش داره، امکان بردتون رو بالا میبینم، خب 5 به 6 خیلی نزدیکه، ولی بازم جای ریسک داره، حواستون لطفا جمع بکنید. به یک جشن مهمانی یا این جشن مهمانی خونه خودتون هستش، قاشق مهمونی دور همین جمع مناسبتی مراسمی دارین توی خونتون هستش، حالا هر مناسبتی رو میتونه شامل بشه به دلی انجام میدین، یا اینکه توی یک مراسمی که قرار خواهیم گرفت پشت نکنین به کسی که داره کمکتون میکنه یا کسی که میخواد دستتون رو بگیره حمایتتون رو بکنه، حمایتش رو بپذیرین، چون شخصیتی که مثبت و روشن براتون دارم میبینم، روی ریشه‌ای که داره قویتر تنومندتر یا نگاه که درختی که ریشهش داره ریشه هاش بیشتر میشه، پس زندگی هایی که انشالله محکمتر میشه به روشنایی استحکام یک رابطه زندگی، یا شاید هم داره نفرات این خانواده داره اضافه میشه. تا 6 وعده آینده پولی به دستتون میرسه یا مبلغی به عدد 6 به دستتون میرسه که باعث خوشحالیتون میشه، یه دل شاد رو براتون دارم میبینم، پیرامونش خیلی ها در صددن که این زندگی و این رابطه رو به هم بزنن یا خلل توش به وجود بیارن، ولی من میدونم که شما کنار هم دیگه با هم دیگه خوش هستین، حالا میخواد دوستی باشه، احساسی باشه، زندگی باشه، هر چیزی شما شادین، حالا پیرامونتون رو فقط حواستون باشه که اطرافیان دور و بر یا خیلی خوشایندشون نیست. یه صندلی هم افتاده، این صندلی میتونه از کسب و کار باشه و البته صندلی و سقف، ببینید صندلی و سقف و پول، پس ورود به سقف کار یا کار، یه کاری دارین یه کار دیگه که پولتون بیشتر بشه، حقوقتون بیشتر بشه، یا اینه داره میگه کار، وارد بازار کار میشین که براتون درآمد خیلی خوبی داره، یعنی پولی که همینجور روی سقفش دارم میبینم. و دوستانی که خیلی تنها هستین، حالا چه مجرد چه متعهد، به 4 وعده آینده از این تنهایی بیرون آمدن براتون افتاده. اینم از دوستان تیر ماهی. بریم برای دوستان مرداد ماهی گلم. مرداد ماهی گلم خصوصا اونایی که گذشته دار هستین، خانمی آقایون، براتون خروج از دایره زندگی و ارتباطی افتاده، مرتبط به یک مسئله ملک، املاک، چهار دیواری، معامله و قراردادی که براتون سر میگیره، حالا هر قراردادی میتونه ملک، املاک، مغازه، خونه، اصلا نمیدونم جا به جایی خونه، هر چی که ازش براتون روشن دارم میبینم،
کبوتری که براتون داره به سرعت خبر براتون میاره، خبر روشن، خبر خوشحال، مرتبط با هر مسئله و موضوعی که شما خبر منتظر خبر هستید. ببینید یه نقطه روشن افتاده، میتونه پولی باشه، میتونه خبر از اتفاق قشنگ و روشنی که داره براتون میفته، داره خبردارتون میکنه. یک دیدار و ملاقات براتون افتاده، خانم آقایی که رو در روی دیگه هم قرار خواهیم گرفت و خانمی که دستت برای این آقا دستت براش رو میشه. چی رو داری از این آقا پنهان میکنی، مخفی میکنی که این آقا متوجه میشه؟ حالا یا رو در رو میشین، رو به روی هم قرار میگیرین، دستت رو میشه یا متوجه میشن، یا این بعد از این دروغ یا پنهانکاری که برملا میشه یه رو در روی دارم براتون میبینم. امیدوارم که ختمه به خیر بشه. مرتبط به یک ترازو راه دادگاهی براتون شکلات، شادی، جشن شادی یا خوشحالی افتاده. انشالله انگشتر ازدواج، ولی انگشتری که کدر دارم میبینم میتونه تو دو وعده آینده یک محرمیتی که ازدواج یک نامزدی به هم بخوره. خودتون میخواین بریم بیرون ببینین اصلا انگار شاکین از اون رابطه، از اون زندگی، از اون نامزدی شاکی هستین و به هم بیرون میرین. خانمی آقایی که داری خروج میکنی ولی باشو عصبانیت، این خیلی عصبی هستی از فضایی که داری الان زندگی داری میکنی. تا 6 روز آینده یک مسیر، یک راه، یک گشایش براتون دارم میبینم. شادی که همیشه دلاتون شاد باشه. انگار توی یه حالا گهواره نعنو، حالا میتونه بچه معنی بده، میتونه توی جایی که حالا تاب‌هایی هستش که آدم یه خواب احساس آرامش میکنه، این حالت هم میتونه باشه. حالا این آرامش از فرزند شماست، از بچه شماست، برای بچه شماست، برای خودتون فرزند خانواده ای هستی یا نه بچه دار شدنتون شما رو به آرامش میرسی یا اصلا کلن این نیست. یه مثل تابی میمونه که شما توش خوابیدین، حالت مثل جای استراحت دراز میشن و دارین تاپ میخورین، حالت استراحت دراز کشته. پس شما چیزی، موضوعی، پولی، کاری، مالی، حرکتی که برای شما آرامش داره. دوستانی که تو اسم فامیلتون حرف سین، ه، نون، دال داره، مثل سهند، سین، ه، نون، دال به روشنی، حالا میتونه سهند تو اسم فامیلتون باشه یا نه این حروف بخشش تو اسم شما، بخشش تو اسم شخص مقابل شما باشه، برای تو روشنی یا خبر افتاده. از یه حالت ناراحت کننده تو 4 وعده آینده خروج براتون افتاده یا چیزی کسی که ناراحتتون کنه، تو 4 وعده آینده بیرون اومدن افتاده. یه پرچم سیاه افتاده تو 4 وعده خبری که به همتون میرسه ناراحتتون میکنه، یا داره هوشدار میگه تو 4 وعده آینده حواستون جمع کنید، ممکنه دورجون خطری تهدیدتون. آره این خطر بد میتونه نباشه ها، شاید کسالت، مریضی و اینا رو میتونه معنی بده. هشدار داره بهتون میده، حواستون لطفا جمع باشه. و دیگه یه 7 موفقیت هم براتون دارم میبینم، از یک سرخورای موفقیت کاری، موفقیت تحصیلی، موفقیت تو خونت و موفقیت قرار براتون رخ بده. هر چه که هستش موفقیت رو براتون دارم میبینم. یا تو 7 وعده آینده این سقفتون روشن میشه، خوشحالی زیر سقفتون رو خواهد داد، یا اتفاق قشنگ شاید تا برج 7 رو داره به من میده. به هر حال تا وعده 7 میتونه باشه، با موفقیت یه شادی سقفی خواهید داشت. ان شاء الله دلاتون شاد بشه، فراز نشید. زیاد براتون دارم ببینم، بالا و پایین زندگی زیاد دارین، ولی بالا و پایین که بالاخره میافتین روی قلترک، بالاخره سر میخواین از این وضعیت ناآرام و پرتلاتم بیرون بیا، یا الان تنش دارین یا به هم ریختگی دارین، خلاصی و رهایی انشالله براتون رو خواهد داده. تا 20 روز آینده هم یه راه روشن جلوتون دارم ببینم. حالا این راه، مسیر، اتفاق نمیدونم، ولی هر جسش به روشنایی این ارشم یه راه احساسی دلی بهش داره وصل میشه. پس میتونه مرتبط با یه راه احساسی و دلی یا محرمیت و ازدواج یا دوستی به ازدواج یا خواستگاری که غالباً دوست داریم مدعی به ازدواج میشه، یا وارد راهی بشین که تشک و شادی قلبیتون میشه، یا در راه قرار بگیرین، سفر، مسافرت، راهی شدن، در هر حرکت یا اقدامی که دارین انجام میدین تشک براتون خوشحالی قلبی داشته باشه. بریم برای دوستان شهریور ماهی گلم. شهریور ماهی هاتون اگه کمر براتون مشکل افتاده، حواستون باشه که بیشتر به سلامتیتون اهمیت بدید. کمر درد دارین، دیسک کمر، مهره‌های کمر، یه قضیه مشکل ممکنه پیدا کنی، ببینید با یه حرکتی یا مواظب باشین، وقتی وزنه سنگین یه چیز سنگین رو دارین بلند می‌کنی ممکنه یهو کمرتون دورجون بگیره، پس مواظب باشین، یا اینکه این کسالت رو داری. و دیگه براتون چیزی که افتاده، چشم انتظار هستین یا دارین دالی میکنین با کسی، اینکه دیدین مثلا کسی قایم شک با کسی بازی میکنه، حالا یا این حالا یه بازی با کسی دارین انجام میدین، یا مثل حالتی که دارین کسی رو شاید هم
سر کار گذاشتین یا کسی شما رو سر کار گذاشته، یعنی هم چه حالتی که انگار قایم بشه، گاهی بره گاهی بیاد، گاهی بره گاهی بیاد، یعنی هم چه حالتی میتونه توی رابطه احساسی دلی یا کاری هم باشه. حالا یا تو زندگی مشترکتون یا تو رابطتون یا تو دوستیتون کسی یه وقت باشه یه وقت نباشه، یه وقت حاضر یه وقت غیب، این هم میتونه معنی بده. پس سر از کارش در میاری، بالای سرش گره داره، یه مشکلی داره که داره باهاتون این کارو میکنه، گاهی هست گاهی نیست، گاهی حضور داره گاهی غیب میشه، ناپدید میشه و دنبالش بگردید. یه راه احساسی و دلی بسته میشه، صفحه که شکسته خواهد شد، مرتبط به یه قضیه کاری یا مالی. تا 9 روز آینده خبر براتون افتاده، یا وارد بازار کار میشه یا مرتبط با کاری که دارین اقدام میکنی یا برای کاری دارین پیگیری دارین میکنی، تا 9 وعده نزدیک مثل 9 روز آینده، خیلی زمان نزدیک، براتون خبر خوش داری، یا حداکثر برج 9 میتونه باشه. و دیگه براتون چیزی که افتاده نظر و نیازی که بهتون جواب میده، یه مال داره به پول داره به سمتتون داره میاد، ولی پشت سرش ببینید کسی باهاتون عداوت داره، دشمنی داره، پوله میاد ما رو به دست میگیره یا پولی به دستتون میرسه، ولی پشت سر این قضیه، پشت این پول، پشت این مال کسی حالا فردی هستش که یا اشخاصی هستن که باهاتون دشمنی دارن برای این پول، نمیخوان این پول به دستتون برسه یا نمیخواستن این پول به دستتون برسه، ولی این پول این مال به دستتون میرسه. شاید در فضای خونه یا کارتون افزایش حقوق و مالی دارین میگیرین که دیگران خوشایندشون نیستن. حالا این پول حتما پول نیست، شاید ارتقاء کاری و مالی هم میتونه براتون باشه که دیگران خوشحال از این قضیه نیستن. یه شخصیت وفادارم الان دارم ببینم، یا خودتون هستین یه شخصی وفادار متعهد به شما توی رابطه زندگی و کارتون هستش افتاده، آقایی که تقریبا حالا قدرت داره، تقریبا میان سال توی زندگیتون حضور داره، ولی خیلی عصبانی میبینمشون، شما عصبانیشون کردید و کلاً این شخصیت عصبی دارن که به همتون میریزن، باعث ناراحتی و دلخوریتون میشن. و دیگه یه راه احساسی و دلی قلب شکسته، ببینید یه نصف قلب دارم میبینم، شخصی که دلی خروج میکنه با دلی شکسته، دلی خروج میکنه، روبرود یه راه احساسی و دلی روشن ببینم. هر کسی که هر جایی و در هر موقعیتی در هر شرایطی قرار گرفتی دلتو شکونده، حالا کار، زندگی، شهر، کشور، هر جایی که شما الان هستی و کسی یا افرادی دل شما رو شکوندن و شما از اون فضا خروج میکنی، میای بیرون، روبرود یه راه روشن که دلتو شاد میکنه رو برات دارم ببینم. حالا میتونه از دوستی باشه، احساسی باشه، محرمیت باشه، کار باشه، هر چه که هست براتون موفقیت افتاده و یه آشتی تو 10 روز آینده انجام خواهد شد. جفت شدن براتون افتاده و به هم پیوستن، در کنار هم قرار گرفتن رو براتون دارم ببینم. حالا میتونه از محرمیت، ازدواج، احساسی باشه، یا دو نفری از این کمیتر رو دوست دارین کنار هم قرار میگیرین یا قرار گرفتین یا قرار دارین الان در حال حاضر بروشنایی، و یا اینکه باب یک آشنایی و رابطه احساسی رو دارم براتون میبینم. و دیگه یه سقف براتون اینجا افتاده، یه سقف روشن، حالا نمیدونم این سقف روشن چیه، البته که این یه موضوعی زیر یک سقفی روشن میشه، روشن شدن یک سقف یا زیر سقفی، حالا کاری، تحصیلی، نمیدونم خونه، هر چیزی، یک موضوعی روشن میشه یا یک اتفاق روشنی زیر سقفی رخ میده. اشاره که موضوع قشنگ و خوب و یا اتفاق قشنگ زیر سقف کاری یا خونه یا تحصیلی یا هر جایی که زندگی میکنی یا کار میکنی اتفاق قشنگ براتون رخ بده، روشن شدن یک موضوع هستش. اگه منتظر خبر هستیم قضیه براتون روشن میشه، بروشن و دوستانی که توی اسمو فامیلتون حرف دال حرف لام دارین حواستون به پیرامونتون لطفا بیشتر باشه. افراد خودی که بهتون ممکنه آسیب بزنن رو زیاد دارم ببینم، یعنی از خودی ضربه خوردن رو براتون دارم ببینم. میریم برای دوستان مهر ماهی عزیزم. مهر ماهی براتون یه رابطه احساسی دلی افتاده، ولی باید اول پولی به دستتون برسه تا این راه دلی و احساسی به ازدواج منتهی بشه، یعنی تا این مال پول به دستتون نرسه یا تو زندگی شادی نخواهید داشت، یعنی شادی یک زندگی برمیگرده یک پولی که باید به دست شما برسه، یا از قبل یک مالی که به یک زمانی به دستتون میرسه وعده ببندید، چرا داده سه وعده
پولی به دستتون میرسه که میتونین یک ازدواج، یک محرمیت رو شکل بدین. پس یک پولی که باعث شادی خانواده یا برای تشکیل خانواده لازمش، یک پولی که دوسته وعده آینده به دستتون میرسه. تا 13 روز آینده یک راه روشن براتون دارم میبینم، یا تو یک راه روشن قرار میگیرین که باعث خوشحالیتون میشه. این راه هر راهی رو میتونه معنی بده. در مسیری که حرکت میکنید راهی میشه، سفر، مسافرت، مهاجرت، اقدام به کاری، راهی شدن، هر حرکت ازدواجی، محرمیتی، کاری، مرتبط با هر موضوعی که تا 13 یا دارین در راه قدم میزنی، هر کاری رو ببینید، پیگیری کاری هم میتونه باشین، چه میخواین ببینید چی میشه، تاش کجا میشه. این راه براتون تا 13 روز آینده، 13 که برای 3 تا 13 روز آینده براتون روشن میشه. یا تو این راه قدم خواهید گذاشت. یه مشکلی خیلی ذهنتون رو درگیر کرده از زندگیتون بیرون میره. انشاءالله که همیشه دلاتون شاد بشه و از کسی که تو اسم فامیلش حرف عین داره خبر براتون افتاده، انشاءالله همیشه خوش خبر باشه. ببینید یه جوانه، ببینید چه قشنگ جوانه، تازه رابطه شکل میگیره، یا تا بارداریتونه، یا بچه دار شدنتونه، یا تازه دارین یه رابطه رو هم شکل میدین، تازه دارین اقدام، ببینید شروع یه چیز رو داره میگه، تازه شروع، تازه داره جوانه میزنه، میتونه کسب و کارتون تازه داره رونق میده، یه کسب و کاری رو تازه میخوای راه بندازی، کاریه، احساسیه، هر چه که هست جوانه زدن دارم میگه، بس تازه میخواد یه چیزی شروع بشه، شروع یک چیزی رو داره به من میگه و خیلی هم قشنگ و روشن. زنگوله روشن افتاده، زنگوله از یک خبر خوش براتون افتاده، یا ازدواج و خواستگاری رو میتونه حتی معنی بده. بریم برای دوستان آبان. بعد آبا ماهی ها یه گل من دارم براتون، یه رابطه دلی، رابطه احساسی براتون دارم میگیرم. ولی توی رابطه احساسی دلی یکی داره داد اون یکی رو در میاره، یا فریاد اون یکی رو داره در میاره. حالا تو رابطه، تو دوستی هستین، تو محرمیت هستین، تو هر رابطه که هستین یا خواهید بود، به زودی چون حال و آینده نزدیک رو داره صحبت میکنه، یکی به صداتون رو در میاری، یا شما هستین داده کسی رو در میارین، باعث اذیت کسی میشین، فریادش رو در میارین، یا شخصیشه، یا شخصی که صدای شما رو در میاره، باعث اذیت ناراحتی کسی داره میشین. مهر جدایی براتون خورده خواهد شد و دوستانی که منتظر یه جدایی هستین تا دو وعده آینده این جدایی براتون رخ میده. پشت سر پولی رو پشت سر میذارین، حالا یا کسی که داره جدا، از کسی که جدا میشه قید پولی رو میزنین برای جدایی، یا اینکه پولهایی که هزینه میشه پشت سر میذارین تا این جدایی براتون سر بده. تا 10 روز آینده دسترنج تلاشتون رو میگیرین. حالا میتونه از یک حقوق، مزایا، مال، پول بگه، یا کلا بابت هر کاری که تلاش کردین تا 10 روز آینده نتیجهش رو شاهد خواهیم بود انشاءالله. هواپیمایی که داره میره بالا، اوج گرفتن یک هواپیما رو دارم میبینم، مسافرت، سفر، راهی شدن رو انشالله داره براتون میده. دوستانی که میخواییم سفر، مسافرتی در پیش دارین یا راهی میشین، ولی من دو تا هواپیما به موازات همدیگه دارم میبینم. حالا دو نفر از مسافر دارین، دو نفرین که دارین راهی میشین، در به دو جا قصد سفر مسافرت دارین، یا دو تا سفر ممکنه به موازات هم داشته باشین، دو تا سفر پی در پی میتونین سفر کاری هم معنی بده، یا دو تا سفر پشت سر هم که در انتظار شما هستش. تا 12 روز آینده خروجتون به روشنایی افتاده، به هر جایی که دارین میرین خارج شدن، ولی میرین به دل خوش، به روشنایی میرین، یه دیدار ملاقات کاملا احساسی رو دارم براتون میبرم، یه روبوسی دارین میکنی، حالتی که دیداری دارین تازه میکنی، حالا یا همدیگر رو ندیده بودین دارین همدیگر رو میبینید، دلتنگی کسی هستین یا بیتاب کسی هستین، یا قهر بودین، کار بوده، جدایی بوده، فاصله بوده، هر چه که هست، دیداری که تازه خواهد شد، روبوسی افتاده براتون. مریض احوال کسی که به جا خوابیده، سلامتی تو قطری به دست آوردن سلامتیتون دارم میبینم انشالله که سرپا بشین، بلند بشین، از جا بلند بشین، اگه مریض دارین بلند شدن از جا افتاده، و البته این حالتی که یه ذره انگار سرشو داره میاره بالا، مثل تخت بیمارستانی که دیدین سن تختش یه قدر میارن بالا، یه ذره داریم بهتر میشه انشالله که بهتر میشه. همیشه هممون برای همه مریضا دعا بکنیم انشالله به زودی سلامتیشون رو به دست بیارن. آقایی که موفقیت تو یا موفقیتی آقایون به دست میاری، زدی زیر بغلت، و به کسی هم نمیخوایی موفقیت تو به کسی سهیم بشی، این موفقیت
تمام و کمال مال خودت، پشت سر زحمات زیادی کشیدی، راههای زیادی رو طی کردی تا به این موفقیت رسیدی، تازه داری میفتی رو غلطک روی سرپایینی. حق بته که این موفقیت مال خودت باشه، زحمت های زیادی کشیدی و این موفقیت مال خودت هستش. یکی از رویاهاتون متاسفانه خیلی انتظار میکشیدی به برآورده بشه، ولی یه قدر کدری دارم ببینم، صبر بکنی ادامش براتون چی میخوام بگم. الان دارم میبینم که بابت یک رویا، یک آرزویی که بی نتیجه مونده، نشد، نرسیدی، اما داره بهتون خبر داره میده تا یک وعده آینده شما این مسیری که رفتین بی نتیجه بود دوباره تلاش بکنین جواب میگیرین. یا یک وعده دیگه، یا یک بار دیگه اگر بابت اون رویا و آرزوی و خواستتون تلاش بکنین بهتون نتیجه خواهد داد. تا 10 روز آینده پولی به دستتون میرسه که باعث خوشحالیتون میشه، تا 10 روز آینده، یعنی 1 دقیقه دیگه، تا 10 روز آینده مالی به دستتون میرسه. سقف به سقف شدن براتون افتاده، ولی سقفی که الان تو سقفی که خیلی احساس رضایت نمی کنین، ولی وارد سقف میشین که البته با مثل عصا میمونه. کسی حمایتتون برای ورود به یک سقف دیگه میکنه، کاری، تحصیلی، یا یه عصا، یه حامی دارین برای توی سقف جدیدتون، یا با حمایت کسی دارین شما وارد یک سقف کاری، تحصیلی، خونه جدید دارین میشین. انشالله که هر سقفی هست براتون پر از خیر و برکت باشه. دوستانی که رابطه کات شده یا به هم خورده دارین، زنگوله بغلش افتاد، یا ازدواج یا خبر خوش دریافت میکنین، گذشته دارها یا رابطه های کات شده، زنگوله ازدواج یا خبر خوش، انشالله که بزودی بهش دست پیدا میکنی. یه مهر بزرگ کدر هم برات نوشته، کدر مهر جدایی رو داره بهتون میگه. دوستانی که جدا میخوان بشین، سر این که جدا بشین، چرا؟ چون غرق مشکلی، درگیر مشکل هستی، این مهر جدایی شما خورده خواهد رو زمان به بعد نداده. و یک کیسه، البته کیسه نیست، بطری روشن براتون افتاده، مراسم شادی دارین، شادی خودتونه، برای توی شادی که توی زندگیتون، تو دل قرار گرفته، تو دل زندگیتونه، یا برای خودتون یا برای یکی از اعضای خانوادتون یک شادی، یک مراسم شادی رو دارم ببینم که میکنین. حالا خوشحالی دارین از بابت یکی از اعضای خانواده یا خود نازنینتون. میریم برای ماه آذر ماهی ها، آذر آبان ماه، آبان بود دیگه، آبان ماهی ها. ببینین آبانیا، چند تا تیکه پول براتون افتاده، چند تا تیکه پول، یک گره دوباره پول، و ببینید چند تا تیکه پول به دستتون میرسه، دوباره یه گیر، یه مشکل، یا پولایی که باید بهتون برسه با گیر و مشکل، ولی بالاخره به دستتون میرسه. از جایی که میخواین پول بگیرین ممکنه به مشکلی بخورین، ولی اون پول رو میگیرین. مثلث عشقی هم براتون دارم ببینم، ولی بازم گره همی بر افتاده، پس ممکنه کسایی که تو رابطه هستین یا دره کسی به زندگیتون ورود میکنه به درد سر بیافتی. از یک مرداد ماهی هم براتون خبر افتاده، خبر خوش براتون دارم ببینم، از مرداد ماهی خبر خوش. خب بریم برای دوستان آذر ماهی. آذر یا یه گل، من دارم براتون چی میبینم؟ یه قلب واژگون، دلتون رو شکوندم، به همه تون ریختم، ناراحتتون کردم، غمگینتون کردم. هر کسی که باعث شده، شخصی بوده که آقا یا خانومی که تو راه احساسی و دلی یا تو زندگی یا مدر به هر مسئله ای که به شما دروغ میگه، دروغ گفته، خودش رو روشن نشون داده ولی صحت نداره، حرفایی که میزنه با صداقت جلو نیمده و شما رو به هم رفته، حالا تو رابطه هستین، تو زندگی هستین، تو محرمیت هستین، تو هر شرایطی که هستین، الان دلتون شکسته به خاطر، یا اصلا تو کارتون، تو هرچی، هر کسی که، آقایی که یا خانمی که ببینین با شما صادق نبوده، شاید تو موقعیت کاری با کسی ارتباط دارین، شاید توی زندگی با کسی بجز همسرتون، یا اصلا با همسرتون، با شخص احساسیتون توی یک رابطه هستین که خیلی با شما صادق نیست، خانم یا آقا، عدم صداقت کسی رو دارم ببینم که باعث به هم ریختگیتون میشه. مواظب به یک درد سر باشین، اگه کسی داره براتون دردسر ایجاد کنه، یا شما تو فکر این هستین که برای کسی دردسر ایجاد کنین، نتیجه‌ای نداره. در هر دو حالت این دردسر درست کردن یا اذیت و آزار کسی تأثیری نمیگذاره. ترازویی که سیاه افتاده، ولی ببینید شما ولکن نیستین، ادامه بدین برای اینکه جواب بدین. جوابی که دارم براتون میدم بازم خیلی رضایتتون رو جلب می‌کنه، ولی از این سیاهی میاد بیرون، شاید یه قدر گذرتون رو شاد بکنه. ببینیم این حالت، حالا مثل پارچ، نمیدونم، تون، گرچ که اسمشو میذاریم، کدر افتاده، پس این از آب داره میگه، رزق و روزی. اگه اوضاع رزق و روزیتون تو زندگیتون به هم ریخته است، تا 9 روز آینده پولی به دستتون میرسه، یا تا بعدی 9، میتونه حداکثر برج 9 رو به من بگه، نه بیشتر.
یا تا 9 وعده 9 هفته آیه اصلا برج 9 هم شاید زیاد باشه، تا 9 وعده نزدیک انشالله شاید 9 ساعت دیگه باشه از زمانی که فالو ملاحظه میکنی از این وضعیت تنهایی مزیقه مالی که زندگیتون رو به هم ریخته بیرون آمدن افتاده براتون. یه آشتی یه صلح رو براتون دارم ببینم واسه هر کسی که باهاش قهر هستین، آقایی که پیشونی بلند یا جلوی مایی نسبتاً خلوتی داره به زندگیتون داره ورود میکنه، حالا این آقا تقریباً میان سال دارم ببینم، چهره خیلی جدی داره یا خیلی عصبیه یا قدری جدی هستن ایشون، یه همچه شخصیتی رو دارم ببینم یا به واسطه شغلش کارش یا مدلشون اینطوریه که قدری بیش از اندازه جدی میبینم. دفتر برام نوشته، حالا نمیدونم این دفتر میتونه دفتر کار شما باشه به روشن یا در محلی یا دفتر در می نویسین یا نویسنده این رو می نویسین یا بعضی دیدین اتفاقات روزمره رو می نویسن یا نویسنده ای هستین یا تو این هیته ای که با قلم و کاغذ کار میکنی نویسندگی حالا هرچه، یا اینکه دفتر روشن میتونه محل کسب و کار روشن باشه، شاید اوضاع کاریتون یا تو محل یا فضایی که دفتر کارتون انشاءالله اتفاقات قشنگ و روشنی رخ میده. یه در نهایت ناامیدی یه راهی که براتون باز میشه و باعث شادیتون میشه انشاءالله. خواهش میکنم از دعا سنگینی فاصله بگیرین، ببینین شاید این مزیقه مالیتون هم میتونه واسه این باشه، شاید مثلا برای رزق و روزیتون گرفتین یا برای هر چی گرفتین هم صورتتون رو سیاه دارم میبینم، همین که رزق و روزیتون اوضاعش به هم ریخته، یعنی هم خودتون حال احوال خوبی ندارین هم اوضاع کاری مالیتون تو زندگی تو رابطه هر وضعیتی که هستی اوضاع کسب و کارتون هم حتی به هم ریخته، اصلا تو مزیقه هم تنگینا قرار گرفتین تو مالی پولی و حال از این موقعیت بیاین بیرون. بازم تاکید میکنم نمیگم برین، خصوصا توی این ماه تاکید میکنم، نه اینکه برین دوباره جادو و تلسم و سحر رو از اینجور داستانا، از اینجور چیزها فاصله بگیریم، بندازیم تو آب روان، بندازیم روز روشن، بندازیم بره، باز کنیم که باطل بشه، اسمتون زاده مادرتون رو بگیم باز بکنیم که باطل شه، بندازیم تو آب روان، یه پودی کفاره بدین شرش از سر زندگیتون انشالله که کم بشه، یه ماهی خوشگل روشن هم داره به زندگیتون ورود میکنه. ببینید اینا دو تا تفسیر بکنم چون دو تا معنی میتونه بده. اگه منتظر پول هستیم مالی انشالله به روشنایی به دستتون میاد، یه مال روشن حلال و بکر رو دارم میگم، دستن چه تلاشتونه، مال خودتونه، حقتونه، چیزی که مال خودتونه حقتون به دستتون میرسه یا بابت این زحمت کشتین تلاش کشتین یا هر چی هستش که مرتبط میشه به خودتون مال شماست به دستتون میرسه ورود میکنه. از این برم یه راه احساسی دلی و چسبیده به این ماهیه، پس میتونه یک ازدواج یک محرمیت با کسی باشه که از نظر مالی پول داره، وضع مالی خوبی داره. بازم تاکید میکنم مال برای هر کسی و پول برای هر کسی یک معنی خاص خودش رو داره، برای هر کسی ازدواجی که پول داره توش آرامش داره، دیگه دغدغه مالی نداری، دیگه رفاه مالی داری، حالا هر کس در هر سطحی پول ممکنه بدونه. و خروج خانمی از دایره زندگی دارم ببینم به واسطه یک کسی قلبی ذهنتو شدیدن درگیر کرده، داری میری به سمت شخصی که دوستش داری، حالا مجردی یا متعهدی، داری از یک زندگی فاصله میگیری، ذهنتو یه قلب درگیر کرده و داری میری دنبال اون قلب. یه پول روی سقف کاریتون افتاده، یا وارد کاری میشین که پول سازه، یا سقف کاری پر درآمدی در انتظارتونه، یا تو موقعیت کاری مالی یه موفقیت مالی و کاری به دست میارین، شاید ارتقای کاری یا پستتون میره بالا، نه حقوق و مزایاتون بالا میره. تا سه وعده آینده یه رابطه سومی شکل خواهد گرفت، یا سه وعده سوری یک رابطه سوم شدید زندگی دوستی و شخصی که تو اسم فامیلش دی دال ل پ الف داره خبر براتون افتاده و هم وصل من اینا رو دارم ببینم، حالا شاید تو اسم فامیل کسی همچین چیزی هستش، این حروف هستش، حالا شما یا شخص مقابل انشالله خوش خبری دارین. و دیگه حمید هم اینجور افتاده، حالا حمید تا چهار وعده هم خبر افتاده، حالا دوستانی که تو اسفامیتون همین یه دعاله داری تا چهار وعده خبر خوش براتون داره، حالا میتونه همچین خلوفی تو اسم فامیلتون هم باشه.
بریم برای دوستان دیماهی گلم ببینیم برای دیماهی عزیزم چی افتاده. دیماهی ها باروبندیلتون رو بسین یا باروبندیلتون رو ببندین که سفری در پیش دارین یا دارین راهی میشین یا دارین میدین. ولی خواهش میکنم برای این حالا این رفتنتون رو بزنیم بهتون بگم. ببینین اینجا نوک عقاب میبینین، شما برای هر جایی که دارین میرین به موفقیت میرسین. میتونین از ازدواج دارین از خونه میرین دارین ساکتون رو میبندین و میرین تو خونه بخت انشالله به موفقیت. اینو که عقاب رو ببینیم چقدر قشنگه، دارین به موفقیت میسیم یا دارین برای یک اقدام، یک حرکت، یک کار، یک سفر، یک مسافرت اقدامی میکنین که بارو بندیلتون رو بسین و دارین راهی میشین. هر جایی که دارین میدین به موفقیت میرسین. اینو که عقاب سر عقاب روی سر این کیسه شماست. حالا میتونیم این رو هم مثل اون بگیم که داره بخچه ای رو براتون میاره، یک موفقیتی هم داره کسی براتون میاره. حالا این میتونه تو این بخچه تو این ساکن بچه هم باشه، با موفقیت بارداریتون هم میتونه معنی بده و موفقیت فراوان کسب و کار، رزق و روزی، ازدواج، کاری، هدفی که دارین براش میرین براتون موفقیت داره. دوستانی که تو اسم فامیلتون حرف سین، حرف یه دارین، خبر خوش براتون افتاده. تا 6 وعده آینده از یک چهار دیواری دلتون شاد میشه یا خوشحالی براتون دارم میبینم. تا 2 وعده آینده راهی که براتون درآمدزایی خوبی داره براتون باز میشه، گشایش مالی، گشایش کاری، یا تو مسیری که پر از درآمد و پول براتون قدم میذاری. یه عدد، یه قطره وارونه ولی نصفش که در نصفش روشن افتاده، مثل پولی که بین موندن و رفتن یا پولی که باید از بین پرداخت یک پولی انگار این پا اون پا داریم کنی، یا باید مالی رو بدین، هزینه رو باید بدین ولی انگار این پا اون پا میکنی، میدین ولی همش رو نمیدین، یا بدهیه یا قرض یا بدهیه. یه پولی رو دارین میدین، هزینه دارین میکنی یا دارین به کسی میدین، یا با هر چه هست نصف نیمه دادن دارم ببینم، یا به کسی بدهکاری دارین پولی رو میدین ولی نصفش رو میدین یا قدرش رو میدین، همش رو نمیدین. شاید یه بدهی دارین که باید یه قدرش رو میدین یه قدرش باید بمونه یا میمونه. موضوع مهمی که ذهن شما رو درگیر کرده، در خط زندگی شما قرار گرفته، مسئله مهمیه، فکر شما رو به هم ریخته، با قدری زمان قضیه حل و فصل خواهد شد. این موضوع خاتمه پیدا میکنه یا فیصله پیدا میکنه. از کسی که تو اسم فامیلش حرف فه، حرف یه داره خبر براتون افتاده یا خودتون هستین، از یک اسفند ماهی خبر براتون دارم میبینم، یا از یک اسفند ماهی شما یک موفقیت میسید، یا یک اسفند ماهی داره کمکتون میکنه برای یک موفقیت. حالا هرچستش یه اسفند ماهی باش ارتباط داری، هرچستش خوشخبری یا اتفاق خوب رو داره بهتون میگه. کسی که خیلی کدره یا 6 فرز است رو زندگیتونه و اذیت و کنار زندگیتون قرار گرفت، یا باعث ناراحتیتون دلوشه، تا 6 فرز یا 6 فرز است هست، یا 6 فرز تا 6 فرزی آینده میره بیرون ولی چشش هنو به این رابطه یا این زندگی یا این کار هست، حالا هرچه هست ولی باعث اذیت و آزارتون داره میشه. مرتبط به یک قضیه دلی احساسی دارم براتون موفقیت میبینم. البته که این موفقیت رو ببینیم مثل یه قارچ جلو پاتون سبز میشه، یه موضوعی یا یک مسئله که باعث موفقیت شما یهو تو مسیرتون سبز میشه، یا در مسیر تو راهی که داری میری یک مرتبه یه موفقیت در مسیرتون قرار میگیره. حالا میتونه این تجارت باشه، میتونه سرمایه گذاری باشه، یک برد مالی باشه، سود مالی باشه، یک اتفاقی که براتون یک مرتبه تو مسیرتون اصلا شاید انتظارش رو نداشتین براتون دارم به روشنی ببینم. یکم دوزدکی، کسی که بود قبلا رابطه داشتی، رابطه کات شده داری یا ازدواج به هم خورده، راه دلی بسته، یکی دوزدکی حواسش به شما هست، یکی دل شما رو میپاد، حواستون جمع باشه. تا 10 روز آینده یه سرخی آشتی براتون افتاده و دیگه مواظب یه سرقت و دوزی هم باشه. حالا این سرقت هر چیزی میتونه باشه، دوزی هر چیزی میتونه باشه، پس مال اموال یا حالا دوزی حالا مال اموال هم میتونه باشه، معنی شخص احساسی شریف زندگیتون هم به دوزن هم میتونه معنی بده. دو نفری که بینتون یه مرز افتاده، مرز روشن دارم ببینم، بالاخره به همدیگه میرسید و در دو جا دو شهر دو کشور دیگه هستین، یا برای وصال رسیدنتون یک مانع خط مرزهای کشیدن یا بینتون مانع وجود داره، این مانع رو روشن ببینم، مانعی که برطرف میشه، وصالی که سر خواهد گرفت، و یه تیک طلا یا یه چیزی که ببینید مثل انگشتر نگین داره، انگشتر دیگه، پس نگین ازدواج، عروسی، حالا محرمیت، ازدواج نشان کردن براتون افتاده، به چه روشنی میدرخشه.
از طلا، جواهر، حال نشان، محرمیت، حال هر چیزی دیگین داره، ازدواج و محرمیت رو داره بهتون نشان میده و به زودی هم دلتون شاد میشه، آرش خبری میرسه، اتفاقی براتون رخ میده، یا تو دل زندگیتون یا خانواده ها یه شادی براتون دارن میبینم، یا تو دل زندگیتون یا خبری که باعث خوشحالی دلتون میشه، دلتون رو شاد میکنه، انشالله که به زودی براتون رخ میده. یه نفر از دل زندگیتون کودش رو بسته و داره میره، مسیر روشنی رو در پیش گرفته، به هر جایی که داره میری موفقیت در انتظار شماست. بریم برای بهمن ماهی عزیز. بهمن ماهی های گل من براتون پیچ و خمای زیادی رو دارم ببینم، ولی بی نهایت خوشحالی هم در انتظارتونه. شاید داری خیلی فراز و نشیب رو تحمل کنید، شاید داری خیلی پستی و بلندی رو تحمل کنید، شاید برای رسیدن به هدفتون خیلی بالا و پایینایی رو دیدین، یا تو زندگیتون، تو کارتون، تو رابطتون خیلی فراز و نشیب، ولی بهتون این قول میدم بی نهایت شادی در انتظار شماست، بی نهایت، یعنی اینقدر زیاد خوشحال خواهیم شد. آقایی که به زندگیتون یا تو زندگیتون که صورتش بینیش تو صورتش خودش رو داره نشان میده و الان بهتون پشت کرده، خانم آقایی که بینتون یه شخصی دارم ببینم پشت سر، حالا یه خانمی هستی که گذشته داری یا یه آقایی که نمیذاره شما دوتا با هم دیگه ارتباط برقرار کنید، حالا گذشته شما مانع ارتباط شما با این آقا داره میشه، یا یه آقایی داره مخالفتش رو اعلام میکنه برای وصال شما دو نفر، شخصیتی که نمیخواد شما به هم برسه، ولی من پای ریشتون رو به هم وصل دارم میبینم، شما به هم دیگه وصل بخواهید، شما مال هم دیگه هستین و به هم دیگه میرسه، حالا این گذشتتونه نمیذاره داره وقت رو میدازه، یا هر شخصی هستن که داره با ازدواج و محرمیت یا وصال شما مخالفت میکنه، ولی شما رو وصل شدن با مشکلات فراوان، شاید حتی بعد از رسیدن به هم باز هم همچنان درگیر یک سری مسائل مشکلات باشین، ولی به هم دیگه میرسین. بهمن ماهی های من براتون مثلثی که به نون تبدیل میشه، از یک شخصی که به زندگیتون ورود کرده رزق و روزی میرسه، یا برای شما کسب و کاری رو داره آماده میکنه، یا وارد بازار کارتون میکنه، یا یه رزق و روزی از شخص سومی که به زندگیتون ورود میکنه، نونی دستتون میاد، پولی دستتون میاد، رزق دستتون میرسه. و اگر با کسی در ارتباطین، شاید کسی که داره براتون حالا هزینه ای داره میکنه، ولی میتونه کسی باشه که شما رو وارد یک بازار کار یا منبع درآمد براتون ایجاد بکنه، معنی بده. دوستانی که دل شکسته ای داره، قلب سیاهی که براتون داره میبینه، یا کسی دلتون رو شکونده توی یک خواستگاری یا یک ازدواج قوری، کسی که خیلی دوستش داشتین اومده دلتون رو شکونده، یا کسی که خواستگاری کرده ولی توی خواستگاری یه شکستگی براتون وجود اومده، یا کسی که خیلی دوستش داشتی ازش انتظارش رو نداشتین اومده دلتون رو شکونده، لبتون خندان خواهد شد، شادی که به سراغتون دوباره میاد، یعنی یک ازدواج یا دلشکستگی به وجود اومده، ته یک مراسم خواستگاری، ته یک ازدواج، محرمیت، تو زندگیتون یا تو رابطتون کسی که خیلی دوستش داشتین ازش انتظار نداشتین دلتون شکونده، لبتون شاد میشه، شاید که دلتون در میاره، تو دو وعده آینده پولی به دستتون میرسه، این یا دو وعده است یا دو با تعدادی صفر، حالا میتونه مبلغ پولی به عدد دو تا و تعدادی صفر باشه، از کسی که تو اسم فامیلش حرف نون داره، حرف دوام داره، حرف الف داره، خبر براتون افتاده یا برای این دوستان خبر افتاده. ببینید یه دل یه دل یه راه، یه راهی که هر دو نفر شاد میشه، یا توی یک مسیر قرار میگیریم که دو نفرین، دو خانواده این، دو گروهین، هر چیزش، یا این ور اون ور، یا رسیدن دو نفر دو دل داده به هم دیگه در راهی که هر دوتون باعث شادیتون میشه، و حال این ورده اون ورده راه روشن، هر دو شادی برای هر دوتون دارم ببینم. حالا میتونه دو نفر در یک مسیر قرار میگیریم، هم مسیر میشیم، محرمیت ازدواج دلاتون شاد میشه، یا توی یک راهی قرار میگیریم که دو نفر، دو خانواده، دو گروه، هر دو براتون شادی داره، دلتون از هر دو طرف شاد میشه. حالا میتونه راه دادگاهی و قانونی اینا هم باشه، یک شادی که برای هر دو نفر هست یا دو خانواده هستش. و دیگه سند روشن براتون افتاده، حالا این سند، ثبت سند، هر قرارداد رو میتونه معنی بده، سند به این روشنایی افتاده، پس دفترخونه، مسافرخونه، ازدواج، محرمیت یا امضا و قرارداد رو میتونه معنی بده. البته که بازم میگم ثبت و سند یعنی قانونی رسمی کردن یه موضوعی، کارتونه، قراردادتونه، تمدید خونه، اجاره خونه است، خرید خونه است، کارتونه، کسب و کارتونه، قضیه سندی که مشخص و روشن میشه، تکلیف یک سند روشن میشه، یا یک موضوعی که برمیگرده یک قضیه سندی، وضعیتش رو روشن میبینم تا شش وقتی آیدن یه اتفاق رخ میده. وقت یک ازدواج، یک محرمیت براتون افتاده بعد از یک جدایی،
اول مشکل داشتیم یا مشکلتون جدایی، باید جدا بشین و بعد یک محرمیت ازدواجی که در انتظار شماست. و دیگه مرتبه یک کمی خانمی داره رو سر، حالا ببینید کیسه پول به پولتون به مالتون چشم داشتی داره یا نظارت روی مال اموالتون داره خانمی، یا ناظر کاراتون هستش، یا توی یکی کاری مالی داری مالی کار میکنی و خانمی ناظر بالای سرتون دارن میبینن، خیلی احاطه داره روی، شاید کار مالی داری میکنی یا با پول فراوانی سر و کار دارین که خانمی روی کارتون نظارت داره، حالا توی کار یا توی زندگی میتونه معنی بده، یا توی رابطه خیلی سر از کار پولیتون میخواد در بیاره، چی دارین چی ندارین، اینا میتونه معنی بده. مشکلاتی که الان احاطتون کرده، خصوصا آقایونی که قطع تعریش ریش دارین، مشکلاتتون ذهنتون شدیدن درگیره، مشکل قانونی داری، مشکل سندی داری، مشکل مالی داری، هر چی سند تو ذهن شما رو هم دارم ببینم، یا هر موضوعی ازدواجتون، زندگیتون، محرمیت، چیزی ذهنتون رو شدیدن سند قانونی، مسئلهی که به ثبت و سند رفت داره ذهنتون رو درگیر کرده، روبروتون روشن افتاده، انشاءالله هم سند روشن هم روبروتون روشن، راه براتون باز خواهد شد انشاءالله. بریم برای اسفند ماهی های نازنینم. اسفند ماهی های گل من دارم براتون، جوجه میبینم بچه بارداری میتونه معنی بده، میتونه از یک سرمایه گذاری یه قشنگ بهتون بده، ولی این سرمایه گذاری یا بم با ببین البته خیلی قشنگم صادقانه بهتون بده، چون من همیشه یادم خیلی صادقه هستم، رو دوستان که بیشتر من فاید گرفتن رو میدونم خود شخصی گرفتیم. ببینید یا توی سرمایه گذاری تو قدر حواستون جمع بکنید، چون یه قدر کدری حاله کدری رو کنارش میبینه، پس ممکنه احتمالی خطر ریسک توش وجود داشته باشه، حواستون رو جمع بکنید. یا بارداری که داره میگه حواستون جمع کنید، یا دارین با سختی بچه دار میشین، یا اگه باردار هستین اینقدر احتیاط بکنید، احتیاط. پس تو سرمایه گذاری، بارداری، بچه دار شدن اینقدری احتیاط براتون افتاده، محتاط باشید و خدا نکرده مشکلی براتون ایجاد نشه. قلب قشنگی که براتون دارم ببینم و چشم انتظاری یک رابطه احساسی سر بگیرید، این اتفاق تا دو روز دو وعده نزدیک، شاید که دو روز دیگه باشه، دو وعده نزدیک براتون رخ خواهد داد. راه احساسی واسه راه احساسی روشن، دو تا تفسیر داره، حواستون جمع شه، راه دیگه احساسی بسته میشه یک وعده آینده، یا تا یک وعده آینده یک راه بسته باز میشه. انشالله که ما به روشنایی و مثبتی میگیم، دوستان که رابطه دلشون بسته است. ارتباط گرفتن رو دارم ببینم یا با آقا یا خانمی که لب خنده چشش داره برق میزنه، با کسی در ارتباطین یا دوست میشین یا هستین یا تو زندگیتون، یا پسر بچه است یا خانمیه، ولی من آقا میبینم، آقای جوان لب خندان، ارتباط گرفتن با شخصی خندان براتون افتاده، داره این شخص هر کسی که هستن لب خندونی داره، همیشه با خنده ورود میکنه با شما در ارتباط، یا با خنده ایشون رو همیشه ملاحظه میکنه، یا همیشه خندان شاده، همچنین حالتی خندان دارم میبینم. فقط حواستون باشه آدم خندونی هست یا آدمی هست ظاهرش رو خندان میبینه، ولی فکر خیلی درگیری داره، ذهن خیلی برانگیخته داره، شاید در کناری که شما هست یا پیش شما که هست خیلی خندون دارم میبینه بشه. اسفند یا سقفتون بهتون پول میرسه، حالا به کسب و کارتون، به زندگیتون مالی داره ورود میکنه، چشم انتظار این پول هستی، این مال، این پول داره به سمتتون میاد و ورود میکنه، سختی کشیدین، رفت آمد کردین، بلوبیا کشیدین، رفت آمدی کردین، یا انتظار کشیدین بابت این پول، بالاخره این مال به زندگی یا به کسب و کارتون میرسه، خیلی طولانی هم نباید باشه، چون پول دم سقف چسبیده به سقف دارم میبینم، انگار رفت آمداتون رو کردین یا انتظاراتون رو کشیدین، دارین میرین به سمت یک جایی که فکر میکنین شادی داره، یا احساس میکنین خبر خوشی در انتظارتون، یا جایی که شادی خبر خوش اتفاقات قشنگ، ولی حواستون جمع بکنین جایی که دارین میرین فقط صدای قشنگ رو دارن یا زنگولهی که فکر میکنین جای خوبیه، نه به هر جایی که میخواین بینی قدر احتیاط بکنیم، محتاطانه قدم بردارین، شاید فقط صدا میگن صدایی که از دور داریم میشنم، شاید ورود اونجا شاید که نه کدر دارم میگرم، خیلی محتاط اقدام بکنیم، جایی که داریم بینیم براتون خیلی دردسر یا ناراحتی دارم میبینم، یا ممکنه به جایی بریم که خیلی اون صدایی که میگه آواز خوشی داشته ولی خیلی خوشایندتون نباشه، به یک ضیافت، به یک جای رسمی به زودی دعوت میشین، ولی این ضیافت یا جای رسمی توش ناراحتن همه، ضیافت ببینین مثل جشن نیست، جمع هستید ولی غم دارید،
مثل سالگرد، مثل مناسبتی که توش غمه یا برای یکی ناراحتی جمع داری میشیم، ولی خیلی شسته رفته و این هم چه حالت رسمی داری حاضر میشیم. میرین و باید بریم، خروجتون رو دارم، یعنی داری میرین به اونجا حاضر میشیم. دو نفری که به هم دیگه پشت کردین، یه دل شکستگی دارم میبینم، یا یه چیزی باعث شکسته شدن رابطه هاتون داره میشه، یا سردی رو داره نشون میده، ولی روشن، یعنی دوباره به هم دیگه میپیوندین. بحث رو بگو مگاهایی که مرتبط به قضیه پولی و مالی با هم دیگه دارین، قضیه حل و فصل میشه و یک قرار ملاقات روشن براتون دارم میدم. با شخصی یا اشخاصی رو در رو میشین، یک قرار کاملا رسمی روشن مثبت تاش براتون نتیجه میده. حالا با شخصی یا اشخاصی ملاقاتی باید انجام بدین یا در مقابل کسی قرار میگیریم به صورت خیلی رسمی، حالا کار مرتبط با کاریه، برای کاریه، احساسیه، هر قرار و ملاقاتی که در مقابل شخصی که قرار میگیری به روشنایی دارم میبینم براتون، اتفاقات قشنگی در راه داریم. تو سه وعده نزدیک یک پول به دستتون میرسه که باعث شادیتون میشه، خوشحالی براتون افتاده و مرتبط با یک قضیه که حالا ببینید مثل نمیدونم یادی میکنین از کسی یا یاد کسی میفتین، حالا این عکس یادگاریه، حالا تصویری از کسی رو تجسم میکنین، شاید کسی در گذشته باهاش بودین که فکر و ذکرتون پیش ایشونه، یا یاد اون شخص یا کسی میفتین، یا یادآوری، شاید عکس یادگاری گذشته هاتون میفتین و افسوس داری میخورین. این یادآوری گذشته یا افسوس خوردن از گذشته دردی برای شما دوا نمیکنه. حال و دریابی که راه روشن در انتظار شماست، مسیر روشن در انتظار شماست، افسوس گذشته رو نخورین، اتفاقات قشنگی در راه دارین و به زودی هم یک رزق، یک روزی که میاد داره میاد. ببینید مرغی که داره میشینه، حالا داره میاد بشینه که انشاءالله رزق و روزی رو نصیبتون بکنه. پس یک منتظر یک پول و مالی باشین که به زودی به دستتون خواهد رسید انشاءالله. و دیگه چیزی هانچرا تا 10 روز آینده براتون یک سقف روشن دارم میبینم، تا 10 روز آینده سقف افتاده و از کسی که تو اسم فامیلش حرف ر داره، حرف دال داره، حرف نون داره، حرف الف داره، حالا هر کدوم از این حروف رو اسم فامیلتون هستش، خبر خوش دارین یا اتفاق قشنگ که در راه داره، یه محرمیت، یه ازدواج هم تو دل زندگیتون شما یا توی زندگیتون در حال رخ دادن، یا دارین در تحقیق تدارکش هستین یا تو فکر یک محرمیت و ازدواج هستین که اتفاقی که یه ذره کدر یا زمان میبره ولی اتفاق رو خواهد داد انشاءالله. همیشه دلاتون شاد باشه. اینم از 12 ماه سال. میریم برای دوستانی که اگر نیتی داشتین که حالا جواب هنوز نگرفتین، لطفا نیت کلیتون انجام بدین تا پاسخ نهایی رو ببینیم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو، هدیه رو براتون دارم ببینم به دستتون میرسه که باعث شادیتون میشه انشالله. کادو هدیه دریافت میکنی که باعث خوشحالیتون میشه، سقف روشن براتون افتاده، سقفی که براتون یا خوشیامنه یا رزق داره یا روزی داره یا باعث خوشحالیتون میشه، یا خونه خوشیامنی دارین میرین. راه احساسی و دلی که دارین طی میکنی، یه مشکل سر راهتون دارم ببینم، مانعی که مرتفع میکنی، یا مرتبط با راه دلی یا راه احساسی به مشکل خوردین ولی جلوش دوباره روشن افتادی، یا تو مسیری که باعث شادی دلیتون میشه ممکنه به یک مانع یا مشکلی بخوری ولی راه براتون هموار میشه، مثل یه مشکل مقطعی. آقایونی که در بستر یا در کسالت دارن، حالا آقایی تقریبا میانسالی کوچولو ممکنه شکمم داشته باشن، براتون رمز یا دستتون روی شکمتون گذاشین، حالا روی یه شکم دارین یا تو ناحیه شکم یه مشکلی دارین، مشکل مرتفع خواهد شد انشاءالله. حالا یا تو ناحیه شکم یا تو ناحیه گوارشی مشکل دارین، یه چیزی که براتون اینجوری مشکل دارم ببینم. برای آقایونی که تقریبا میتونم بگم میانسال به بالا هستی و
خدا را 100,000 مرتبه شد، یک سحر، یک جادو، یک سنگینی از زندگیتون داره میره بیرون، یا چیزی که بستگی، گیر، مشکل توی زندگیتون به وجود میورده، انشالله که داره با امید خدا داره از زندگیتون میره بیرون. راه روشن براتون دارم میبینم، تو راهی که دارین قدم برمیدارین خیلی اتفاقات قشنگ براتون رخ میده. دوستانی که میخواین جدا بشین توی این راه، راه روشن ببینم جدا میشین و توی مسیری که دارین میرین، راه مسیری که با موفقیت و راهی شدن اقدام به حرکتی که براتون رخ میده یا اقدام به کاری میکنی که براتون روشنایی داره یا هر حرکت مثبت و روشن، هم دست خانومی به زودی رو میشه، هم دست آقایی به زودی رو خواهد شد. پنهانکاری در خفا خیلی هم سینه سپر کرده، خیلی آقایی که از خودت متشکلی یا مطمئنی توی محرمیت رو رابطه تو زندگی از خودت مطمئنی یا وانمود میکنی که هیچ ارتباطی با کسی نداری، ولی دستت رو خواهد شد. خانم هم به همین ترتیب، حالا خانمی که حالا اینجور سینه سپر کرده نمیبینه، ولی به هر حال دستت به زودی رو میشه. یه دشمنی که روی سرتون سخت خوندتون یک کارتون، حواستون باشه کسی با تون اداوت یا دشمنی داره یا چشمی به زندگی و مال و اموال و کار شما داره. دشمن، اداوت، پولتون رو میخواد، خودتون رو میخواد، یه ضرر زیان، یه آسیب زدن، صدمه زدن رو دارم براتون میبینم. خواب ازش گرفتین، حالا چیه که یا خواب و خواب نداره، فقط تو فکر این که شرایط موقعیت ایجاد بشه ده به شما یه آسیب بزنه. مواظب باشین لطفا. اوتایی به راه احساسی دلی خوشحالی دارین، یه خوشحالی براتون افتاده راه احساسی دلی و یه سورپرایز از طرفی آقا، از پشت سر غافلگیری از طرفی آقا، خوشحالی از طرفی آقا، یا انتظار یه ملاقات، دیدار، یا یه کادو، یه هدیه، یه هر چیزش، خوشحالی از طرفی آقا براتون داری. یا میتونه خواستگاری و ازدواج هم باشه ها، از طرف یک آقایی که اصلا فکرشو نمی کردیم ازدواج با ایشون انجام بشه، ولی این ازدواج رو دارم ببینم. و خروج خانم ها از زندگی براتون افتاده توی مسیری که دارین قرار میگیرین، کتاب دارم ببینم، تحصیلی، موفقیت تحصیلی، آموزشی براتون روشن افتاده، خبر خوش براتون افتاده. خانم هایی که توی زندگی تو، خانم هایی که موی تیره دارین، الان با همسرتون پشت کرده هستین، دارین دروغ میگین، در خفا کاری رو انجام دیارم و هر کاری که در خفا دیگه انجام دیم، مادرین، بچه دارین، چشماتون درشته، چشمای نافذی خانم ها تو صورت دارین، پشت کردن رو با هم دیگه دارم ببینم، از هم دیگه جدا میشین، تیه قرارهای متوالی که پشت هم گذاشته میشه، یعنی تیه جداییتون توی مرحله نیست، تیه چندین مرحله جدا میشین، جداییتون هم به خاطر پنهانکاری ها و مخفی‌کاری های خانمی که مادر رو داریم. و دیگه یه مهر کدر براتون افتاده، ولی مهر کدری که باعث خوشحالی شما میشه، یعنی یک جدایی یا از دست دادن کسی که باعث شادی شما میشه، حالا یا از دور جون ناراحتی کسی که هیچ وقت یه انسان رو شاد نمی کنه، ولی شاید یک اتفاق ناگواری از قبل افتاده، حالا یه نفعی برای شما داره، باعث شادی شما داره میشه، این هم میتونه مثل ارث اینو بگیم، این باز قشنگ‌تره. و دیگه چیزی نمیبینم. امیدوارم که بهترین ها نصیب بهتون بشه، وارثی بهتر و یه شخصیتی هم توی زندگیتون هست. ببینی نجابتی، حالا نگم چی، ولی نجابتی کسی داریم دیگه، خودتون یه یک فرد بسیار نجیب هست توی زندگی، توی رابطه، یه نجابت صبوری، صبر زیادی داری میکنی توی رابطه، یک زندگی کار، نجابتی که برات جواب میده. ببینیم موفقیت، حالا نماد موفقیت هم روی سرش افتاده، یا به مراد دلتون میرسیم، اونچه که دلت میخواد اینشان بزنی میگم که سر اسبی دیگه، اسبی هم که شاخ داره، اسبای شاخدار، اسبای خاص هم دیگه، پس به موفقیت میرسی یا به مراد دلتون انشاءالله میرسی، هرچند که فکر میکنی امکان پذیر نیست، ولی اتفاق براتون رخ قطعا خواهد داد. الهی آمین. با آرزوی بهترین ها تا دیداری بعد، خدا نگهدار. فاکدی آرزو.